سرخط خبرها. دیدار اردوغان و پوتین در سوچی. رئیس جمهوری ترکیه میگوید اگر شبه نظامیان کرد از منطقه خارج نشوند جنگ را از سر خواهد گرفت. بعد از دو روز بحران کار شمارش آرا در انتخابات افغانستان از سر گرفته شد. ورود مشکوک به مرکز اطلاعات کامپیوتری در دست تحقیق. تایید محرومیت جودوی ایران. فدراسیون جهانی جودو میگوید تا وقتی ایران به اساسنامه فدراسیون عمل نکند محروم خواهد ماند. پیروزی جاستین ترودو در انتخابات کانادا، حزب لیبرال بیشترین کرسی ها را در پارلمان به دست آورد. سلام و عصر بخیر. رهبران روسیه و ترکیه امروز در شهر سوچی دیدار می‌کنند تا درباره وضعیت در شمال سوریه رایزنی کنند. در روزهای گذشته که نیروهای کرد و نیروهای آمریکا بعضی از مواضعشان را در شمال شرقی سوریه در مجاورت مرز با ترکیه ترک کردند، نیروهای روسیه در خیلی از این مواضع مستقر شدند. در همین حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه هشدار داده که اگر تا امشب شبه نظامیان کرد از مناطق تعیین شده خارج نشوند او حمله ها را از سر می گیرد. همکارم مهداد فرهمند از جیلان پینار در مرز ترکیه و سوریه با ماست. مهداد، نیروهای کرد از این مناطقی که باید خارج بشن خارج شدن؟ به نظر میرسه که هنوز کامل خارج نشدند، چون که در طول روز ما صدای تیراندازی را از شهر شنیدیم، در یک مورد هم صدای انفجار از شهر اومد و به نظر میرسه که شاید اگر که این درگیری دوباره آغاز بشه چندان تسخیر کامل شهر به دست ارتش ترکیه و نیروهای سوریه تحت امرش به این آسانی نباشه. شما الان میتونید شهر رأس العین رو پشت سر من ببینید، جایی که تا پیش از اینکه این آتش بس شروع بشه کانون درگیری ها بود و بعد از آتش بس هم همچنان آتش بس در این شهر خیلی سست بود و همچنان درگیری هایی تا همین لحظه ازش شنیده شده، هرچند حملات هوایی از جانب ترکیه من خودم شاهد نبودم، ولی هواپیماهای بی سرنشین ترکیه همچنان در فرازش بالای پرواز در حال پرواز هستند برای شناسایی. اگر که آتش بس امشب شکسته بشه و ادامه پیدا نکنه که حدوداً فکر می‌کنم حدود 4 ساعت دیگه باشه، در اون صورت باز هم اینجا کانون درگیری خواهد شد برای اینکه بازمانده شبه نظامیان کرد رو ازش خارج کنند. آقای اردوغان امروز میگفتش که 700 تا 800 نفر از شبه نظامیان کرد از اینجا خارج شدند، ولی همچنان کامل نیست. ما تا همین پایان آتش بس بهشون فرصت میدیم که شهر رو خالی بکنند. اما اینکه بعد از اینکه آتش بس شکسته بشه و دوباره اینجا کانون درگیری بشه چه پیش خواهد آمد؟ رأس العین فعلا آرام به نظر می رسد. شمار زیادی شبه نظامی کرد از آن خارج شده اند. اما ترکیه تهدید کرده اگر تا امشب همگی نرفته باشند حمله را از سر خواهد گرفت. زیر ظاهر آرام شهر، شهر دیگری است. کیلومترها دهلیز که ارتش ترکیه تنها بخشی از آن را گرفته. میگوید دهلیزها پر از سلاح و مهماتند. چه بسا با اثرگیری دوباره حمله این دهلیزها جنگ شهری را برای ترکیه سخت کنند. شبه نظامیان کرد و زخمی‌هایشان به اینجا منتقل شدند. تل تمر، پشت محدوده‌ای که ترکیه برای عملیات خود تعیین کرده. إذن هذه هي الصور الأولى لانتشار قوات الجيش العربي السوري. اما پیشتر ارتش سوریه در تل تمر موضع گرفته و اکنون در حال موضع گیری
در همان سنگرهای پیشینه شبه نظامیان کرد است و نظامیان آمریکایی که در حال خروج از سوریه اند. دائما استاذ احمد ان تنتشر قوات الجيش العربي السوري على كل بقاع. تنها نظامیان آمریکایی نیستند که از سوریه میروند. موج تازه ای از آوارگان نیز در حال ورود به عراق است. اینها آوارگانی از مناطق کردنشینی اند که عرصه عملیات ارتش ترکیه علیه شبه نظامیان کرد شده. همکارم مرداد فرهمند از جیلان پینار در مرز ترکیه و سوریه همچنین با ماست. مرداد، آقای اردوغان و آقای پوتین قراره که در سوچی گفتگو داشته باشن امروز. این گفتگوها فکر میکنید چه تأثیری بر تحولات اونجا که شما هستید داشته باشه؟ این تحولات در اینجا هرچه بخواد پیش بیاد بستگی مستقیم به همین گفتگوها داره. گفتگوهایی که به نظر میرسه که انجام گرفته تا این لحظه داره، پایان رسیده، ولی ما منتظریم که آقای اردوغان بیاد، شاید همراه با آقای پوتین و شاید به تنهایی در جمع خبرنگاران حاضر بشه و بگه که در گفتگوهاش با رئیس جمهور روسیه چه گذشته. انتظار میرفت که در این گفتگوها موضوع اینکه ارتش سوریه جایگزین نیروهای شبه نظامی کرد بشه در شمال شرق سوریه مطرح بشه و اینکه به هر حال روسیه به عنوان حافظ منافع سوریه خواهان این باشه که ارتش که آقای اردوغان عملیاتش متوقف بکنه و به جای اینکه بخواد در این منطقه رو در واقع به خاک کشور سوریه به شکل غیر قانونی از دید معیارهای بین‌المللی تجاوز بکنه، بذاره که ارتش سوریه بیاد و جایگزین نیروهای شبه نظامی کرد بشه، ولی چنین چیزی شاید خواست آقای اردوغان نباشه. و در روزهای گذشته ما شنیدیم که در رسانه‌های اینجا پیوسته این موضوع مطرح می‌شد که ترکیه می‌خواد که قراردادهای نظامی با سوریه با روسیه ببنده برای اینکه اون مثلا هواهمای به جای هواهم F-35 که آمریکا بهش نفروخته از روسیه هواهم بخره و روسیه هم با کمال میل راضی هست. همچنین اینکه روسیه جای کشورهای اروپایی رو بگیره که دیگه فروش سلاح رو به ترکیه تحریم کردن و امیدوار ترکیه که از این طریق بتونه نظر روسیه رو به سوی خودش هم جلب بکنه. اما باز باید منتظر بمونیم در این واپسین ساعت آتش بس ببینیم که آقای اردوغان میاد و برای ما از دیدارش و گفتگوش با رئیس جمهور روسیه چی میگه. مرداد خیلی ممنون. مرداد فرهمند از مرز ترکیه و سوریه با ما. متشکرم. تحقیق دولت عراق درباره نارامی‌های اخیر نشان می‌دهد که 149 نفر غیر نظامی در نتیجه استفاده از خشونت و گلوله‌های جنگی کشته شدند. بنابر این گزارش فرماندهان و افسران کنترل نیروهایشان را از دست دادند و این به آشوب منجر شد. در این گزارش آمده که یک تک‌تیرانداز از ساختمانی متروکه در مرکز بغداد خیلی از تظاهرکنندگان را هدف قرار داد و بیشتر قربانیان از سر یا سینه تیر خوردند. این گزارش توصیه کرده که بسیاری از فرماندهان ارشد برکنار شدند. یک روز بعد از آنکه دولت لبنان برای راضی کردن معترضان مجموعی از اصلاحات را ارائه کرد، بعضی از جاده‌های اصلی در این کشور باز شدند. نیروهای امنیتی مردم را به باز کردن راه‌ها تشویق می‌کنند، اما دستور دارند به زور متوسل نشوند. همزمان با ششمین روز اعتراض‌ها، بانک‌ها و مدرسه‌ها تعطیل هستند، اما تعداد معترضان کمتر شده. بعد از دو روز وقفه و جنجال بر سر آنچه ورود مشکوک افراد به مرکز اطلاعات کامپیوتری کمیسیون انتخابات خوانده شده، روند انتقال اطلاعات دستگاه‌های بایومتریک یا همان شمارش آرا از سر گرفته شد. تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله میگوید این مرکز با توافق آنها و به منظور تحقیقات بیشتر باز شده. کمیسیون انتخابات هم تایید کرده که هیئتی برای تحقیق تعیین شده تا موضوع شکسته شدن قفل ورودی ساختمان این مرکز را بررسی کند. نسرین نوا خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد. جنجال از اینجا شروع شده. شکسته شدن قفل ورودی ساختمان مرکز دیجیتالی و انتقال اطلاعات بایومتریک.
مکانی محرم. کمیسیون انتخابات میگوید پلیس برای فرار از سرما اینجا پناه برده، در هماهنگی با دبیرخانه کمیسیون، اتفاقی که قوغا به پا کرد. بررسی های ما ادامه داره. اطمینان ازیرا داشته باشین که به مو دیجیتال سنتری که در اونجا کار میشه او آسیب ندیده، که نمیال ما شما میریم او را در پیشروی شما باز میکنیم. همه رفتیم تا قفل باز شود، اما تیم ثبات و همگرایی در مقابل تصمیم کمیسیون ایستاد. میگویند مسئولان باید ثابت کنند که به اطلاعات دست برد زدن نشده. کامراهای امنیتی که در اینجا وجود داشته باشه برای ما نشان بدن که آدمایی که آمدن کیا بودن. و از طرف دیگه مثلا لین سرور که در اینجا داخل شده، این خودش میتونه قابل نفوذ بوده باشه. از کجا معلوم که دروازه های دیگه باز نشده؟ چرا سیل ها تکراری هم وجود داره؟ نمیله از ما سیلی را داریم که عین سیل دو تا سیل یک نمره داره. به این خاطر طبعا که اینطور یک حرکت مشکوک نگرانی ها و تشویش های را به وجود میاره. اما تیم دولتساز اعتراضی به باز شدن قفل ندارد. هیچ واقعی در داخل تعمیر صورت نگرفته. چیزی که مناظرین ما گذاشته بود به مو شکل باقی مانده و هیچ قابل نفوذ نیست اصلا در مو سیستم ها. ما تاسف میکنم که کمیسیون آنان مدیریت انتخابات میگذاره به تیم های انتخاباتی. پس از چند ساعت بحث با تیم های انتخاباتی، کمیسیون دروازه این ساختمان را باز کرد و کار دوباره شروع شد. مسئولان کمیسیون انتخابات گفتند که هیئتی برای تحقیق موضوع نیز تعیین شده. پس از اینکه اعلام نتایج ابتدایی انتخابات به تعویق افتاد، زمان دیگری برای اعلام نتایج مشخص نشد. این جنجال های کوچک می تواند زمان زیادی بگیرد. نسرین نوا، بی بی سی، کابل. محرومیت جودوی ایران توسط کمیته انضباطی فدراسیون جهانی جودو تایید شده. ایران تا موقعی که تضمین ندهد که به اساسنامه المپیک و فدراسیون جهانی عمل می کند، حق حضور در مسابقات بین المللی را نخواهد داشت. به این ترتیب بسیار بعید به نظر می رسد ایرانی ها بتوانند در جودوی المپیک 2020 توکیو حضور داشته باشند. فدراسیون جهانی جودو این تصمیم را بر اساس مدارکی که در دست داشته و بعد از شنیدن ادعای جودوی فدراسیون جودوی ایران گرفته شده. پوریا ژافره اینجا با ماست با جزئیات بیشتر. پوریا، اول علت محروم شدن ایران. علت محروم شدن ایران مشخصا احترام نگذاشتن به قوانین کمیته جهانی المپیک، اساسنامه کمیته جهانی المپیک و فدراسیون جهانی جودو هست، مبنی بر اینکه مبارزه نکردن با سایر حریفانی که از کشورهای عضو اون فدراسیون هستن. مشخصا در مورد اسرائیل داریم صحبت میکنیم و اگه یادتون باشه چند هفته پیش یک خبری اومد در مورد تعلیق شده بود. اون تصمیم رو برای این گرفته بودن تا موقعی که مشخص بشه، تصمیم نهایی گرفته بشه، حداقل اگر که ممکن بود اتفاقای مشابهی در بازی‌های مختلفی که در کل دنیا برگزار میشه ایرانی‌ها بخوان همچین کاری رو بکنن، می‌خواستن جلوشو بگیرن. الان از اون فاصله تا به حال اتفاقی که افتاده اینه که ایران یک نامه رو فرستاده به فدراسیون جهانی جودو، گفته که صحبت‌های سعید مولایی، اون جودوکایی که مدعی شده بود به خاطر روبرو نشدن با حریف اسرائیلی از تهران به او فرمان اومده بود که ببازه، بر اساس این هستش که این آقا می‌خواسته پناهنده بشه و فدراسیون جهانی درست نبوده. درست نبوده، چون اصلا ایشون تا همین الانم هم که داریم صحبت می‌کنیم پناهنده نشده، ویزای بلند مدت آلمان داشته و در کشور آلمانه. و من یه نکته دیگه رو بگم، این مصاحبه‌ای که من خودم با رئیس فدراسیون جهانی جودو انجام دادم، آقای ماریوس ویزر، که ما دوباره این رو هم پخش خواهیم کرد در برنامه به عبارت دیگر بود، شخصا ایشون برگشت به من گفت وقتی که دیده که در سالن برگزاری مسابقه ها افرادی از سفارت ایران در ژاپن اومدن داخل سالن شدن، رفتن از مربی ایران کارت آیدیش رو گرفتن و سعی کردن به ورزشکار ایرانی نزدیک بشن و به او بگن که با اسرائیل مسابقه نده، براش دیگه مسجل شده که ادعای ایران واهی هست و اینا هیچ گونه قصدی که بخوان با اسرائیل مبارزه بکنن رو نداشتن، برخلاف نامه‌ای که توی بهار فدراسیون جودو ایران و کمیته المپیک ایران فرستاده بود که گفته بود که مماشات خواهد کرد با قوانین بین‌المللی. ولی تو ایران اینو که پنهان نمی‌کنن، به کسانی که با اسرائیل مسابقه نمیدن جایزه میدن. خب داستان هر
همینجا از یه طرف میرن اونجا جایزه میدن، از یه طرف دیگه میگن که به قوانین احترام میذاریم. دقیقاً این مشکلیه که باعث استعفای رسول خادمم شد و میگفتن که اگه که قراره که ببازیم بیاید همه با هم دیگه ببازیم و به قول معروف شتر سواری دلا دلا نمیشه. حالا مسئله بازی ایران در بازی‌های المپیک چه میشه؟ آیا ایران بازی خواهد کرد؟ و سعید مولایی که کنارگیری کرد بعد از اینکه گفت مصلحتی بازی رو باخته، الان هم در خارج به ایران برنگشت، او چه خواهد کرد؟ بله، اول از ایران شروع بکنم که خب خیلی بعید به نظر میرسه که ایران دیگه در جوده المپیک 2020 توکیو نقشی داشته باشه. به چه دلیل؟ به خاطر اینکه الان تا بخوام بیان ثابت بکنم و اون تضمین های جدی مشخصا گفته شده که باید بیان تضمین بدن که با حریفان اسرائیل مسابقه خواهند داد، تا بخوان این تضمین ها رو بدن اصلا دیگه فرصتی نیست که امتیاز کافی بخوام بگیرن که سهمیه المپیک رو به دست بیارن، حتی اگه که تا المپیک مرداد ماه آینده در ژاپن برگزار میشه برسن. و در مورد سعید مولایی یکی از دلایلی که اومد و کنارگیری کرد و به ایران برنگشت این بود که به او قول داده شده بود حتما میتونه در المپیک شرکت بکنه، چه بسا زیر پرچم تیم پناهندگان. اما مشکل اینجاست که ایشون پناهنده نیست هنوز و باید یک راه حل استثنایی برایشون پیدا بکنه. خیلی سریع، آیا همچین محرومیتی منتظر رشته‌های ورزشی دیگر ایران هم هست یا نه؟ حداقل میتونم بگم که در مورد شطرنج ماجرا بسیار خطرناکه، ولی که شطرنج رشته المپیکی نیستش. پوریا خیلی ممنون از شما. پوریا جعفری اینجا در استودیو با ما. نگاهی دوباره داریم به مهمترین عناوین خبری این برنامه. 22 اعتباریله süre bitiyor. رئیس جمهوری ترکیه تهدید کرده که اگر جنگجویان کرد تا پایان روز به طور کامل از شمال شرق سوریه خارج نشوند، حمله نظامی را از سر خواهد. بعد از 2 روز وقفه، مرکز انتقال اطلاعات دستگاه‌های بایومتریک در دفتر مرکزی کمیسیون انتخابات بعد از ظهر امروز دوباره باز شد. تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله میگوید این مرکز با توافق آنها و به منظور تحقیقات بیشتر باز شد. پارلمان بریتانیا بحث درباره لایحه توافقنامه خروج این کشور از اتحادیه اروپا را آغاز کرده. لایحه‌ای بیش از 100 صفحه‌ای که دیشب منتشر شد و دولت می‌خواهد نمایندگان مجلس عوام آن را تا پنجشنبه به تصویب برسانند تا بریتانیا در موعد مقرر یعنی پنجشنبه هفته آینده از اتحادیه اروپا خارج شود. بسیاری از احزاب مخالف اما از این موضوع خشمگینند و میگویند 3 روز برای بررسی لایحه‌ای به این اهمیت و درازا کافی نیست. خبرنگارمان بهرنگ تاجدین از مقابل پارلمان بریتانیا در مرکز لندن با ماست. بهرنگ، امروز اونجا چه اتفاقی خواهد افتاد در پارلمان؟ کسرا، از ساعتی پیش بحث درباره کلیات این لایحه توافقنامه خروج شروع شده. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا اگه یادتون باشه پنجشنبه پیش با اتحادیه اروپا سر این توافقنامه جدید به توافق رسید و می‌خواست شنبه مجلس بدون اینکه یک لایحه قانونی جلوش باشه فقط تو یک بیانیه این توافق جدید رو تایید کنه، ولی نماینده‌های مجلس شنبه تصمیم گرفتن که تصمیم گیری در مورد توافقنامه خروج رو منوط به این بکنن که قانونی که این توافقنامه رو در بریتانیا در واقع به اجرا میگذاره اون قانون به تصویب پارلمان برسه و به همین خاطر دیشب لایحه رو منتشر کردن و امروز بحث درباره لایحه شروع شده. و چطور داره پیش میره؟ آقای جانسون داره تمام تلاشش رو میکنه که مجلس، نماینده های مجلس رو قانع بکنه که با این جدول زمانی 3 روزه‌ای که پیشنهاد کرده موافقت کنن، به خاطر اینکه فرصت خیلی کمه، به خاطر اینکه بعد از مجلس عوام هم لایحه باید بره مجلس اعیان، اونجا هم بررسی بشه. ولی نماینده ها معتقدن فرصت کافی نیست، حتی اشاره به این میکنن که مثلا همین چند ماه پیش یه لایحه‌ای در مورد در واقع وضعیت حیوانات سیرک به مجلس اومده بود که اون لایحه در مجلس عوام 5 روز فرصت داشت. حالا این لایحه‌ایه که نظام حقوقی بریتانیا رو بعد از 45 سال عضویت در اتحادیه اروپا
زیر و رو میکنه. به همین خاطر خیلی از نماینده هایی که حتی با نفس برگزیت موافقن ممکنه با این جدول زمانی موافق نباشن و آقای جانسون گفته که اگر نماینده ها امشب بعد از رأی دادن به کلیات لایحه با این جدول زمانی مخالفت کنن ممکنه لایحه رو پس بگیره و تلاش کنه اگر اتحادیه اروپا هم با تعویق برگزیت موافقت کنه انتخابات زودرس پارلمانی برگزار کنه. پس قرار دو رأی‌گیری باشه امشب دیرتر، یکی در مورد کلیات قانون خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و دیگری زمانبندی تصویب این قانون، درسته؟ دقیقاً همینطوره. به خاطر اینکه حالا میگم بحث در مورد کلیات لایحه که انجام بشه، بعد باید این جدول زمانی تایید بشه و بعدش دو روز نماینده ها، اگه اون جدول زمانی تایید بشه دو روز نماینده ها وقت دارن که مثلا اگه میخوان این لایحه رو اصلاح بکنن، مثلا صحبت از اینه که احزاب مخالف ممکنه تلاش بکنن از دولت بخوان که بعد از خروج از اتحادیه اروپا هم در یک اتحادیه گمرکی بمونه تا بخش صنعت بریتانیا همچنان بتونه به دسترسی آزادانه به بازار اتحادیه اروپا داشته باشه و بخش صنعت در واقع فرو نپاشه، چیزی که دولت بوریس جانسون کاملا باش مخالفه و گفته که اگر نماینده ها بعدن حتی لایحه رو یک جوری تغییر بدن، شرطهایی توش بذارن که دولت با اونها موافق نیست، بازم ممکنه لایحه رو پس بگیره. یعنی در نتیجه اگر امشب کلیات این لایحه در مجلس بریتانیا رأی بیاره، گام اول به سمت خروج از اتحادیه اروپا برداشته شده، ولی هنوز هیچ چیزی تضمین نیست. چقدر احتمالش هست که خیلی سریع که این تصویب بشه و دولت خوشحال از این جلسه پارلمان بیرون بیاد؟ به نظر میاد کلیات لایحه احتمالاً رأی میاره، به خاطر اینکه یک سری از نماینده‌های حزب کارگر که از حوزه‌های انتخابیه میان که اکثر مردم 3 سال و نیم پیش به خروج از اتحادیه اروپا رأی دادن، اونها حداقل به کلیات لایحه رأی میدن، ولی احتمال داره جدول زمان بندی رو نماینده ها نپذیرن و کار به پس گرفتن این لایحه بکشه. بسیار خوب. بهرنگ تاجدین از مقابل پارلمان، خیلی ممنون. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه گفته که از هر ابزاری برای مقابله با تعرض به خاک کشورش استفاده خواهد کرد. واکنشی به عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه. آقای اسد برای اولین بار از زمان درگیری‌ها در سوریه به ادلب سفر کرده، شهری که بخشی از آن همچنان در کنترل شبه نظامیان اسلامگر است. فرین عاصمی و جزئیات بیشتر. الهوبیت در ادلب سوریه، نخستین سفر بشار اسد رئیس جمهوری این کشور از 8 سال پیش و زمان آغاز جنگ. دیداری با نیروهای دولتی در خط مقدم مبارزه با شورشیان. اینها عکسایی است که دولت سوریه از دیدار امروز منتشر کرده. دیدار با فرماندهان ارتش و سربازان. رئیس جمهوری سوریه در این دیدار گفت جنگ ادلب برای پایان دادن به هرج و مرج و تروریسم در سراسر سوریه اساسی است و شکست شورشیان در این منطقه کلید پایان جنگ داخلی است. همزمان نیروهای سوریه در شمال این کشور مستقر شدند. آنها برای حمایت از نیروهای کرد در برابر تهاجم ترکیه به این مناطق رفتند. حقیقه لولا الاراده لما كان هناك. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه همچنین همتای ترک خود را به دزدی متهم کرد و گفت اردوغان کارخانه نفت و گندم را دزدیده و امروز خاک سوریه را به سرقت می‌برد. اشاره او به حملات اخیر ترکیه به کردهای سوریه است. ادلب آخرین پایگاه اصلی شورشیان در سوریه است. هیئت تحریر و شام، یک ائتلاف اسلامگرا که اعضای سابق القاعده آن را اداره می کنند، کنترل خود بر ادلب را در ژانویه گذشته گسترش دادند. اما گروه های دیگر شورشی هم در این منطقه حضور دارند. در بهار گذشته دولت سوریه و متحدان روسیه‌اش یک سری بمباران گسترده در این منطقه انجام دادند. در ماه اوت نیروهای دولتی عملیاتی زمینی انجام دادند که به دنبال آن مناطقی در جنوب ادلب به دست آنها افتاد. الهوبیت، شهری که حالا بشار اسد از آن دیدار کرده، هم جزو این مناطق بود. نیروهای بشار اسد حالا کنترل 60% کشور را در دست دارند و رئیس جمهوری این کشور وعده داده کنترل بقیه مناطق را هم به دست خواهد آورد. منطقه ادلب 3 میلیون نفر جمعیت داشته که حالا نیمی از آنها آواره هستند. دو ماه پیش آتش‌بسی با حمایت روسیه در این منطقه برقرار شد. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است میگوید از آن زمان حملات هوایی و جنگ با سلاح‌های سنگین متوقف شده، اما هنوز درگیری‌ها در این منطقه جریان دارد.
از 8 سال پیش تا کنون در اثر جنگ سوریه بیش از 370 هزار نفر کشته شدند و میلیون ها نفر هم آواره. حالا که جنگ سوریه وارد 8مین سال خود شده، به دست گرفتن کنترل ادلب میتواند پیروزی بزرگی برای بشار اسد باشد. او تاکنون توانسته با حمایت ایران و روسیه کنترل بعضی از مناطقی را که در دست شورشیان بود به دست گیرد. فرین عاصمی، بی بی سی. در انتخابات کانادا، جاستین ترودو نخست وزیر توانست حزب محافظه‌کار را شکست دهد، ولی همزمان 20 کرسی و اکثریت حزبش را در مجلس از دست داد. او حالا برای پیشبرد برنامه‌هایش به جلب نظر نمایندگان حزب چپگرا نیاز دارد. در این رقابت سه نماینده ایرانی و افغان تبار مجلس هم دوباره انتخاب شدند. بهمن کلبسی از تورنتو و جزئیات بیشتر. فرصتی دیگر برای نخست وزیری که هفته ها به خاطر رسوایی های ماه های اخیرش از رای دهندگان پوزش خواسته بود. از فاش شدن عکس های قدیمی که او را در معرض اتهام نژاد پرستی قرار داد تا تخلف در فشار سیاسی به وزیر دادگستری و استعفای اعتراض‌آمیز خانم وزیر. آقای ترودو اما بردن 157 کرسی مجلس در برابر 121 کرسی محافظه‌کاران را نشان از حمایت کانادایی‌ها از سیاست‌هایش خواند. From coast to coast to coast tonight Canadians rejected. کانادایی‌ها در سراسر کشور به منفی بافی و اختلاف پراکنی، کاهش بودجه خدمات و ریاضت اقتصادی دست رد زدند و در مقابل به برنامه مترقی و گام‌های محکم برای مبارزه با تغییرات اقلیمی رأی دادند. اندرو شیر، رهبر حزب محافظه‌کار، ولی تأکید کرد کاهش تعداد کرسی‌های حزب حاکم جاستین ترودو گام نخست برای شکست نهایی اوست. غلبه جاستین ترودو و حزب لیبرالش بر رقبای محافظه‌کار، اما از دست دادن اکثریتش در مجلس کانادا روایت یک پیروزی ناتمامه. یکی از نمادهای این پیروزی ناتمام آقای ترودو رقابت به شدت نزدیک همحزبیش مجید جوهری، نماینده ایرانی تبار مجلس، با کاندیدای حزب محافظه‌کار بود که آقای جوهری و حامیانش را تا پاسی از شب در نگرانی و انتظار نگه داشت. او در نهایت با اختلاف فقط 112 رأی از بیش از 40 هزار رأی اخذ شده کرسی نمایندگیش را حفظ کرد. چند محله آن طرفتر دیگر نماینده ایرانی تبار هم البته با اختلافی چشمگیر دوباره به مجلس راه یافت. فکر می کنم دوره اول با در نظر گرفتن این که واقعا مثلا مهم بود که پروسه‌های مختلف پارلمانی رو یاد بگیرم، شاید اون کارهای لازم رو نداشتم، ولی مطمئن هستم که در دوره دوم بالاخره این سوابق و این تجربیات کمک میکنه که به مراتب آدم بتونه تأثیر گذارتر بشه. حامیان آقای احساسی هم گفتند این رأی نشانی مثبت برای مهاجران در کانادا است. برنده شدن حزب لیبرال اینو نشون میده که هنوز برخلاف امریکا اعتقادات ضد مهاجر توی اینجا برنده نشده و هنوز رأی اکثریت رو نداره. مریم منصف، وزیر افغان تبار دولت ترودو، هم از شهر پیتربرو با 4% اختلاف برای بار دوم به مجلس راه یافت. پایان رقابتی 40 روزه که نتیجهش سخت‌تر شدن کار برای نخست وزیر کانادا است، چرا که حالا او به حزب چپگرای معروف به دموکرات‌های نو برای رسیدن به اکثریت در مجلس نیاز دارد. مرسی. بهمن کلبسی، بی بی سی، تورنتو. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. ممنون از همراهی شما.